دومین کشتی تیاره بردار امریکایی به سوی منطقه در حرکت است. USS دوایت دی هایزنهاور با USS جیرالد آر فورد که در شرق مدیترانه در حالت آماده باش است، یک جا خواهد شد. هدف اصلی ما از مستقر کردن کشتی ها این است که با آنانی که ممکن بخواهند از جنگ جاری استفاده سو بکنند، این پیام را بفرستیم که چنین کار را نکنند. افسران کشتی USS فورد که بزرگترین کشتی جنگی ایالات متحده می باشد، در حال پایان دادن مأموریت 6 ماهه خود بودند. ولی اکنون لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده مأموریت این کشتی را که کشتی های جنگی دیگر نیز آن را همراهی می کنند تمدید کرده و زمان پایان این مأموریت مشخص نیست. در عین حال هزاران نیروی بحری ایالات متحده در نزدیکی آبهای اسرائیل جابجا شده اند و می توانند که در صورت ضرورت وارد عمل شوند. یک واحد از تیاره های جنگی ایده نیز به شرق میانه رسیده و مأموریت یک واحد دیگر آن تمدید شده است و تعداد بیشتر جت های نو F-15 و F-16 نیز به استقامت شرق میانه در حرکتند. این تسلیحات و تجهیزات سنگین نظامی در حال به مأموریت گماشته شده اند که پس از آغاز احتمالی عملیات زمینی اسرائیل بر غزه، نگرانی ها در مورد پیوستن حزب الله لبنان در جنگ رو به افزایش است. حزب الله حدود 200 هزار راکت و میزایل دارد. هدف قرار دادن دیپوهای آن بسیار مهم خواهد بود و نیروهای اعزامی این کار را امکان پذیر ساخته می توانند. علاوه بر گسترش حضور نظامی در منطقه، ایالات متحده حداقل 5 تیاره نو سی ابده را که حامل کمک های نظامی بود نیز به اسرائیل فرستاده است. ما به اسرائیل امکانات امنیتی را که به خاطر دفع حماس در غزه ضرورت دارند فراهم میکنیم، ولی بار دیگر تکرار میکنم این کار به معنای کشتار غیر نظامیان بیگناه نیست. مقام های نظامی ایالات متحده همچنان میگویند که مهمات لازم برای آیرن دوم یا گنبد آهنین را که قوی ترین دستگاه دافع هوای اسرائیل میباشد نیز فراهم میکنند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.